بله اومدم. بله ببخشید. سلام. سلام. منزل آقای جمالی؟ بله بفرمایید. منصور خان هستن؟ فروخ خانم هستین شما؟ فروخی؟ نه من پرگلم. خوش وقتمه. امرتون رو بفرمایید، من دخترشون هستم. تو دخترشی؟ الهی قربون و شکلت برم من، الهی فدات بشم. من شما نمیشناسم. مگه تو دختر کوچیکی آقای جمالی نیست؟ نه من دختر بزرگش هستم. چی؟ دختر بزرگشی؟ بله. پس دختر کوچیکش کجاست؟ خواهرم، خواهرم پرستو دختر کوچیکه. سلام. الهی قربون و فدات برم من، الهی فدات برم. دختر خوشگلم، آخه میدونین من و شکو خانم تو یه شب بچه‌هامون دنیا اومده. خب درسته که توی یه شب بچه هامون به دنیا آمده، ولی خب این دلیل به عوض شدن بچه ها نیست. خب الان اتفاقی که افتاده. خانم بچه ما کجاست؟ بچه شما همون موقع که دنیا آمده بود مرده بود. منتهاش بچه منو به جای بچه شما دادن به شما، بچه منو گفتن مرده. خانم شما واقعا دارین اشتباه میکنی. پرستو را نگاه کنین، سیبی که از وسط با باباش نصف شده، خنده هاش هم حتی شکل منظوره. الان بابا بخندین ببینین. ببخشید خانم جان، اگه راست میگی پس چرا الان اومدین این همه سال؟ خب اون موقعی که گفتن بچت مرده من حالت افسردگی بهم دست داد، شوهرم منو برد خارج. یه مدت خارج بودیم، بعد چند وقت یکی از اون پرستا رو این بیمارستان رو من دیدم، اون جریانو به من گفت. من از اونجا بلند شدم راه افتادم اومدم اینجا، اینقدر گشتم این ور اون ور، اینقدر تحقیق کردم تو شما رو پیدا کردم. الهی فدات بشم تو بچه‌مو پیدا کردم. خانم محترم شما تنها دلیلتون اون حرفای اون پرستاره؟ اون پرستاره که دلیل محکمیه، اما از بد به تولد بچه‌م کف دست راستش یه خال بود، من دیدم. مامان. آره همین خاله بود. خاله برای که تو بچه منی عزیز دلم. گروه خونش چیه؟ گروه خونش آی مصبت. آی خدا مرگم بده منم آی مصبت. دیدی راست میگم بابا؟ یعنی پرستو خواهر واقعی من نیست؟ چی داری میگی دختر؟ زبانت گاز میگی؟ چی خواهرتو نیست خانم؟ مگه علکیه خانم؟ احساسات خودتون رو کنترل کنی. مگه میشه با یه نشونی خال و گروه خونی صاحب بچه مردم شد؟ بفرما دست راست منم خال داره، بفرما بس منم بچه شما هم. آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم احساسی برخورد نکنین، من یه مادرم. شما خودت چوکو خانم یه مادری، منم یه مادرم، احساس منو درک کن. الهی فدات بشم، الهی قربونت برم. من همین الان نمیخوام بچم ببرم، یه هفته بهتون مهلت میدم شما تحقیقاتونو بکنین، پرسجوهاتونو بکنین، بعد میام بچم رو میبرم. تو رو خدا خانم چه حرفی دارین میزنید؟ من اصلا دخترم رو دو دستی نمیدم، تقدیم نمیکنم به دیگران. من از نظر مادی وزم توپه توپه، همه ای زحماتو شما رو جبران میکنم، هر چقدر خرج بچم کردین جبران. خانم محترم اگه میشه همه چی رو با پول عوض کرد. خواهش میکنم احساسی برخورد نکنین، من جبران میکنم، سه برابر چهار برابر هر چقدر خواستین جبران میکنم. بچه ای منو به این پس بدید. تو رو خدا دختر خوشگلم، دختر عزیز دلم. منو قربونه برم نه چنون این بچه رو خوب، من که مادرشم تا اینجوری ما جفت نکردم عزیزم. تموم میشه این دوری ها، تموم میشه، قربونه برم فدات بشم. ناراحت نباش، این کارت منو بگیر، این کارت منو بگیر، قربونت برم، کارت منو بگیر، فدات بشم. من یه هفته بهتون مهلت میدم، شما پرسجوهاتونو بکنین، خودتونم ناراحت نکنین، من بعد میام دنبال بچم. قربون شکلت برم الهی، فدات بشه مادر. بهم تلفن کن، قربونت برم. خداحافظ، خداحافظ شما. بهم زنگ بزنی مادر جانا، خداحافظ. چی میگه منصور؟ بابا چی میشه؟ من میگم که اگه یه موقع این راست بگه چیه؟ آشو بگم
قضیه خیلی مشکوکه پرستو خانم، من باید بفهمم تو سر این پرگل چی میگذره. این خانم پرگل فدات شم، چرا مسئله رو قد بزرگ میکنی؟ حالا مثلا پرستو توفست یا نابغه است که اون بخواد نقشه بکشه؟ آقا فرزاد ببین ببین پدرجان این چه حرفیه میزنید شما؟ فدات شم منظور بدی ندارم، منظورم اینی که پرستو خانم همسر شما آدم نابغه و استثنایی نیست که بخواد نقشه بکشه. این همه آدم حسابیه. آلا چسبیده آقا فرزاد، آقا فرزاد ببین چی پدر جان، خواهش کردم خواهش کردم یه ذره مراعات کن بابا، نگرانیم ما، این داره نقشه میکشه، نمیدونم میخواد عکاسی کنه کلاهبرداری کنه چیکار کنه. نه 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 آقا فرزاد این کاره نبودن. نه من متوجهم، خودم بچه نیستم که، من خودم هم یه جور حس غریب به نوستالژیک فانتزی دارم به این قضیه، اصلا نمیدونم چرا. یعنی چی پرستو خانوم؟ یعنی ممکنه ایشون مادر تو باشه؟ نمیدونم پرستو خانوم، پرستو یعنی چه تو این موقعیت؟ یعنی چه؟ ازده بدید، من به این نتیجه رسیدم به خاطر اینکه رفع نگرانی از همه بشه باید تحقیق کنیم که اصلا این خانم کی هست، از کجا اومده. خودم هم خیلی دوست دارم بابا فرخ بدونم واقعیت واقعا چیه. آره. من تو بیمارستان عوض شدم یا نه؟ آره من باید برم تحقیق کنم که اصلا این خانم کی هست. نه پدر جان خواهش میکنم تنها نرید، خطرناکه. تنها نمیرم که فرخ، با دوم میرم. آره پرستو بابا این آدرس این خانومه بده من کارت نم. چشم بابا چشم. عجیبه. بله پخ نکرد این بار. بله گوش کن دوام، تحقیقات امروز ما خیلی مهمه، اگر بتونیم درست به نتیجه برسیم شیرینی خوبی داریم. باشه. تو گفتی تو این ساختمون تو این برج آشنا داری؟ خب بله این سریدار اینجا رفیق من هست، با یک دانشگاه درس می‌خوندیم. مگه تو دانشگاه رفتی؟ خب من سه تا فوق لیسانس هم دارم، اگه اجازه باشه در مورد تحصیلات عالیم یک خاطره ول کنم. اجازه هست؟ بلکم یک روز با خانه نشسته بودم شوتخمنم خورده، یک دفعه تلفنم زنگ زد، تلفن برداش گفت کیسا. سلام مهندس. چطور هستی؟ حالت خوب است؟ سلام علیکم. سلام باشی. آقا فرخ رفیق من هست. در مورد پرگل خانم یک سوال ازت داشت. آخه سیکرت نمیتونی. حالا یک توضیح بهش بده، رفیق من هست. دوم مسجد بهتون میگم. خانم پرگل فریاد منش تو پنت‌هاوس این برج زندگی میکنن. آدمای خوبی ان، به کسی هم کاری ندارن. خدمتتون عرض کنم بفهمید که بچه چجور آدمین، وضع مالیشون خوبه؟ مرفه بی درد، بچه خوشبخت خوشبخت. میگه شوهرش نفکش داره، باغ دارن، زمین دارن، تازه یه جزیره هم دارن. عجب عجب. ببینم بچه چی؟ بچه هم دارن؟ بچه شونو من ندیدم، میگن تو بیمارستان گم شده، چند سالی هم دارن دنبالش میگردن. حالا برای چی میپرسی؟ هیچی عزیز من، هیچی، فقط به اطلاعاتون برسونم که به زودی من میام تو این برج زندگی میکنم. خداحافظ. کار نداری؟ نکارتون معموله. خداحافظ. میدونی من چی میگم؟ من میگم مگه آدم نباید به بچه خودش محبت کنه؟ ناخودآگاه. خب حالا که چی؟ میخوام بگم که مثلا ما شاید مثلا رعنا رو بیشتر از پرستو محبت میکردیم. منصور جان، رعنا برای اینکه بیشتر حرف گوش کن‌تر بود تا پرستو. پرستو یادت نیست هر دفعه من و تو به این حرف زدیم خیره بازی از خودش در آورد. وگرنه چه فرقی دارن با هم؟ علی خانم این دلیل نمیشه. بابا جان این نشونیایی که این خانم میداد کاملا درست بود. یادمه همون شبی که من داشتم تو بیمارستان فارغ میشدم این خانمم داشت تو بیمارستان فارغ میشد، اتفاقا هر جفتمونم دختر زایدیم. ولی من هر چی فکر میکنم میبینم مگه آخه ممکنه مگه همچی چیزی؟ ولی خانم این خانم اینجا نیستش، خودمونیم. ما رعنا رو بیشتر دوست داریم، شاید بگم مثلا پرستو و یک دهم هزار کمتر دوست داری. چی بس نسبت به رعنا؟ نه بین خودمون. ای بابا نمیدونم. ها من میگم شوخو این پرستو از بچگی ها مثلا همه چیزش با ما فرق داشت، یادت نیم؟ من حلیم با نمک دوست دارم، من حلیم با شکر نمیخورم. بچه جان حلیم با شکر بخور. دوست ندارم، من حلیم با نمک دوست دارم. تو غیر عادی هستی خواهر. تو هیچ خانواده حلیم رو با نمک نمیخورم خانوم. این دختر از
خون ما نیست. دختر حلیم رو با شکر میخورم. به 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 به. من حلیم با نمک دوست دارم. حلیم با نمک تازه موهاتونم خیلی بد مدل شده. بابا. راست میگه خانوم. موهای من کجه. خیلی کجه. حالت خوبه دختر؟ رنا جان؟ چرا عطسه کردی؟ من حالم خوب است پدرم. این از این بچه سرماخوردگی گرفته. این خوب بود از این گرفته است. من دو روز سرما خوردم، هیچ کس اصلا فکر نمی کنه. صد دفعه بهت گفتم جلوی عطسه تو بگی. وای به حالت که رنا حالش بد بشه. فهمیدی؟ دختر بی تربیت درک مریض بشه. بابا جواب میدی؟ منصور آرام باش. منصور این دختر رو من تربیت کنم. راست میگی فرق داشت، ولی من هیچ وقت یادم نمیاد که بین بچه هامو فرق گذاشته باشم. راست میگی حق با توست، ولی یه ذره فرق و منصور انصافا من هیچ وقت بین بچه ها رو فرق نذاشتم. تو دیگه چرا این حرف چی میخواد وول داری میخوری تو؟ بابا این پشتم میخوای هیچ کار کنم. خب تمام این نخو گره دادی تموم شد رفت. ای بابا خب اینها تمام خراب نگاه خرابش کردی. دستتو بگی پایین. خدمت رو از کنم که با تحقیقات که شروع خانم من کردم ها، این پرگل خانم همچی بیرا هم نمیگه. به احتمال خیلی قوی پرسو دختر واقعی این خانواده. پدر من آخه زشته. شما به چه دلیل داری آخه این جمله رو میگی؟ به خاطری که 4 شرکت داره، 4 ویلا داره، 4 ماشین داره. بازم بگم یا که دلیل نشد آقا فرخ. چرا دلیل نشد شوخ خانم؟ ببینی اگر مثلا این با آدم بی پولی بود میگفتیم میخواد یه سوء استفاده مالی بکنه، ولی حالا که پول داره خودم باید از خودم بخواد که دخترم چه خانواده‌ای باشه. ببینم شما برای چی پاشدی رفتی تحقیق کردی اینا رو؟ مادر جان باید تحقیق کنن. اگر مادر واقعیش باشه چی؟ اونم دل داره، اونم بچه‌شه، اونم دلش میخواد بچه‌شو ببینه. من اصلا احساسم اینه که این مادر واقعیشه. شما من احساسم دروغ نمیگه، احتمالاً مادرشونه. دست شما درد نکنه آقا فرزاد، واقعا گلی به جمالتون. ببینم نو که میاد به بازار کنه میشه دلازار؟ خدا نکنه، خدا نکنه. شما جای خودت اصلا مادر بودی، زحمت کشیدی، باید به شما سر بزن. اصلا سر نزنه من بهش من توبیقه میکنم. اون باید بیاد به شما سر بابا جربت نکنید. طرف انقدر پول داره که میتونه صاحب 100 بچه بشه، چرا باید بیاد انگوش بذاره رو بچه ما؟ حتما یه جوری راست میگه دیگه. خب هزاری هم که پول دار بشه بچه رو بردارم بسته بندی کنم بدم دستشون، یعنی چی؟ من برای این بچه زحمت کشیدم. خانم مفتکی که نمیدین باش حساب کتاب میکنیم همینجوری. سبکوینم منصور جمالی چیه؟ مگه من مرده باشم که تو بخوای چیکار کنی مادر اصلی عروس من رو تیغ بزنی؟ آره اصلا به تو چه؟ به تو مربوط هستن. من کلی برای این بچه خرج کردم. خرج کردی؟ بله. میخوای بگی من کی هستم؟ کی هستی؟ من فامیلی درجه 1 پرگل خانم هستم. تازه شاهد بودم شما نصف خرج این که برای این رعنا خانم کردی برای بدبخت بیچاره پخ پخونه کردی. اه؟ تو اصلا کجا شاهد بودی؟ کجا شاهد بودی؟ اصلا تو چی کاره ای؟ به تو چه ربطی داره؟ بچه منه. عمران مگه من اینجوری باشم که بذارم تا تیغ بزنی؟ بس کنین، خجالت داره، قباحت داره. آقای جمالی، خانم جمالی، چرا شما ها موقعیت انفعالی ذهن من بدبخت و درک نمی کنید؟ بابا من دوچار تردیدم، دوچار بحران هویت. من میخوام هویت واقعی خودم و آقای دشتابی پیدا کنم. چرا با اعصاب من اینجوری میکنید؟ فکر میکنید کرم دونو تا خانم پرستو پرگلی میفرمایین که ما چیکار باید بکنیم؟ چه میدونم؟ چه چاره کنید؟ برید تحقیق کنید از یه بیمارستانی، از یه تیمارستانی، از یه چیزی. حتما من موافقم. باید بریم و تحقیق کنیم، تحتوی قضیه رو دراریم، خیالمون راحت شه. بدون هیچ نگرانی تحقیقاتو بسپرید به من. منم باید باشم تو تمام مراحل. نمیذارم زیرا بیبری. جناب فرخان، پس شما هم لطف کنید تحقیقات رو اول از تیمارستان شروع کنید. واقعا شکو برات متاسفم، تسلیت بهت میگم. اون شب پرستو ما مرد تو بیمارستان. بابا این چه حرفیه؟ من زندم الان. تو رو مرو گنده موهاتو درست کن بابا. تو رو نمیگم که، پرستو دخترمونو دارم میگم. میگم همون شب تو بیمارستان مرد. یعنی چی منصور؟
یعنی پرستو دختر ما نیست؟ نه نیستش. یکی از این پرستارهای قدیمی میگه که واقعا اون شب تو بیمارستان جای دوتا نوزاد با هم عوض شد. پرگل خانم راست میگه. یعنی چی واقعا؟ یعنی من به هم کشکی قبول کنم شما پدر مادر واقعی من نیستیم؟ میدونم برای سخته ولی دیگه شواهد اینو داریم میگه دیگه دختر. سلام علیکم. پرستو جان، میبینم که با همسایه ها خانواده جوان نشستی. این بسته مال شماست. از طرف مادرتون پریگل خانم. شوخی میکنی؟ نه دروغ میگی؟ نه چه دروغی دارم بگم؟ نه به داره نه به باره، اسمش خاله موندگاره، هنوز از راه نرسیده چه مادرم شده برای من. چی بگم شوخو خانم؟ بگم عمشه؟ خب مادرشه دیگه. پرستو اسمم گذاشته مرواری. قشنگه؟ مرواری؟ آره قشنگه؟ آره بد نیست. چرا من اینجوری میشم؟ ماما تلا سفیده. ماما تلا سفیده. نگاه ببین این همین هست که اینجا مغازه از یه اصلار شناسنامه جعبه رو ببین. فقط جعبه رو ببین، بالای 2-3 میلیون. من مطمئنم. بفرمایید. این ثابت میکنه که مادر واقعیش کیه. وجدانن منصور یه سوالی ازت میکنم. در تمام عمرت شده یه کادو 5000 تومانی برای پخپخود بخری؟ من خریدی دیگه. ولی خیلی قشنگه. من واقعا از اینا همیشه دوست داشتم. تو تمام عمرم یه دونه طلای درست حسابی نداشتم. آقا فرزاد، باشه بریم به آقا فرزاد نشون بدیم. باشه پشت منم بعد و بعد بریم. بریم ساخته. بریم بابا. ببین چه راحت و آسوده برای یه کادو من و تو رو راحت و آسوده فروخت. به این میگم بچه؟ بالاخره شروع خانم زندگی همینه دیگه. میگم اگه دختر ما الان زنده بود الان اندازه این پرستو بودش. تو الان واقعا تصمیم داری که پرستو رو بهشون بدی؟ اگه واقعا مادر واقعیش باشه باید حقشه دیگه، باید بری دیگه. غیر از اینه خانم؟ بله خواهش میکنم، خواهش میکنم پرگل خانم. بله این چه حرفیه؟ بنده به شما قول میدم بله که از دختر خانم شما این دست گل محافظت بکنیم. خدا حافظ. بابا با کی داشتی صحبت میکردی؟ با مامان پرگل. شما چیکار میکردی بابا؟ من هیچ. بابا ظرفشی پر ظرفشی که داشتم طبق معمول ظرف میشستم. مگه من خودم مردم دختر؟ بیا یه زنگی به مامان پرگلت بزن، یه خود باش گپ بزن، من خودم همه کارا رو انجام میدم. اونو بده من بابا. بده من. زشته که این حرفا چیه؟ بیا یه جوریم. بیا صحبت کن. من میگم شکو ببین 50 بار من پرستو میگم بردم رستوران، خب میانگینشون میگم 5000 تومن، یعنی هر شب 5000 تومن. 50 تا 5000 تومن یعنی 5 ببینم آره 50 شب زرف داره میانگی 5000 تومن میشه 250000 تومن. خب حالا بگیم اسباب بازی هم بگیم 1.7 بگیم 2 تومن چطوره؟ 250000 تومن بابت شام بیرون، اسباب بازی هم بگیم آقا 2 میلیون. خب این میشه از شام و از اسباب بازی. منصور خب. بله تو نشستی اینا رو حساب کتاب داری میکنی؟ میخوای بذاری جلوی یارو؟ ای بابا باید من حساب کتاب رو در بیارم دیگه، بی خودی که نبود من خرج این دختر کردم. شیر خوش هم میخریدیم چیکو یادت میاد؟ آخه این بچه که شیر خوش خورد؟ این که 2 سال شیر مادر میخورد، بچه هم دیگه اصلا لب به شیر نزد. خیلی خوب، بس شیر خوش رو میذاریم کنار، شیر باها ازش میگیریم. بابت عروسک هم نوشتم 3 میلیون. نه 3.5. من سوی حرفا چی نشستی برای خودت داری سنبل میکنی؟ چه بگیم؟ تو تو طول عمر 4 تا 5 تا عروسک برای رعنا خریدی که اونم هر دفعه کهنه شد داد به این بچه. حق با توست. خب یعنی من نصف قیمت میذارم، 3.5 میشه 1.750. 1.750 هم بابت عروسک. خلاصه خانوم، این خانومه میخواد بیاد دخترشو برداره ببره، بعد ما اینجا حساب کتاب کنیم، اون خرجایی که برای این دختر کردیم بگیریم دیگه. بعدش هم میخوام اون پولا رو بگیرم، اگه شد میخوام واید بالایی ازت بخرم. تو واقعا میخوای این پولا رو از مادره بگیری؟ چیکار کنم؟ یعنی تو اینا رو خرج کردی میخوای از اون بگیری؟ بس کی خرج کرده؟ مرد حسابی، تو پول تو جیبیت هم از من میگرفتی که پول از خود من میگرفتی، حالا میخوای خونه خودم هم با پولای خودم بخری؟
اینجوری نگو دلم میگیره بابا، پول من تو نداره. منصور خیلی ساله. ماما من دیگه نمیتونم با هنگام زندگی کنم، تموم شد. دیگه چی کار کرده؟ بگید چی کار نکرده؟ ماما خب یه کاری بکنید این واحد خونه پرستو اینا رو بگیرید بدین هنگامه بشینه، من دیگه نمیتونم دیگه. بابا هنوز که دیگه نرفتن که. خب بالاخره که باید برن، زودتر برن. من این حرف حالیم نیست، باید برن. بعدش هم که من یه دونه ماشینم لازم دارم. آه حرف ماشین زد خانم، بابت اجاره هم میخوام 100,000,000 بگیرم. دانشگاه شما 50,000,000. اون واحد بالای تو چند میدی خانم؟ بله بله مامان جونم، خیلی متشکر مدیری. خیلی متشکرم، ممنون. بله مامانی، پس ببین من شب به شما زنگ میزنم. من شب زنگ میزنم، چشم قربانی شما مامانی، خدافز. آقا فرزاد، آقا فرزاد، ببین ماما پرگولم گفتش که میخواد مدیریت یکی از شرکتاشون رو بده به شما. دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه، ضرر نمیکنن پرستو جان. نه مروارید. مروارید خانوم، مروارید خانوم، بدون ضرر نمیکنه. تو میکشه عادت میکنم. بذار بگم پرستو. نه مروارید. مروارید خانوم، در میزن. خواهش میکنم، در باز کنید. سلام علیکم. سلام. سلام. بفرمایید خواهش. دلم یه کمی تنگ شده بود برای شما، گفتم بیام شما رو ببینم. چه درد، ما که همین امروز همدیگر رو دیدیم، کمی نیم ساعت پیش بود فکر کنم که. دخترم این حرف چیه میزنی؟ تو هنوز پدر نشدی بفهمی دوری فرزند یعنی چی؟ صد درست میفرمید مسعود خان، ولی شما این چند وقته خیلی زود به زود دلتون تنگ میشه برای پرستو خان. من از همون بچگی 2 ساعت پرستو رو نمیدیدم دلم تنگ میشد براش. خب بابا جون، حالا میخواین اون قضیه رو مطرح کنین دیگه؟ خودم همون که ما به خاطرش اومدیم اینجا رو مطرح کنیم. خب راستشو بخواین میدونی دخترم رنا جاش تنگه، مخصوصا اون هنگامی خواهر شوهریش که اومدی دیگه تنگ تر شده دیگه. خواستم ببینم شما کی از اینجا میری که هنگامی بیاد جای شما. البته من اصلا دوست ندارم شما برید، این صحبت رنا و شکوه که گفتن که کی شما میخواهید برید. بس شما در نکنه بابا جون، بس شما. حیف اون همه جزدالاقی که من توی این خونه زدم، هیچ اشکالی نداره، 17 سال زندگی کردم، تمام ذهن و نبوغم تبخیر شد رفت، مشکل نیست. فقط خیلی زوده ما رو میخواهید به همین زودی درک کنید. نه 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 دخترم اصلا ناراحت نشو، دیدی گفتم رنا. من ناراحتش نکردم، بالاخره یه واقعیتیه، اینا دیر یا زود میخوان برن. حالا ما تکلیفمون رو بدیم، هر چی زودتر هم بهتر. عزیزم من خودم یه برج 180 طبقه به نامه، هیچ محتاج این خش خرابه هلوفتونی شما هم نیستم، ولی مسئله اینجاست که ما معلوم نیست کی میخوایم بریم، نمیتونیم صرف کنیم. عزیزم اگه ممکنه یکم زودتر معلوم کنین، دست از سر این خش خرابه بردارین، تشریفتون رو ببرین، ما فقط میخوایم تکلیفمون رو بله حتما به شما میگیم. فقط اول خبرش رو به شما بدم که بیشتر خوشحال شی، چون پدر پرستو جان هستی. مامان پرگل برای پرستو یعنی ببخشید مروارید خانوم یه خونه ویلای بزرگ تو شمال شهر خریدن، یعنی برامون خریدن. خب پس مبارک باشه، مبارک باشه. خب میخواییم پس اون یکی قضیه رو هم بگین حالا که اینجا. کدوم قضیه رو؟ قضیه ماشینه. بگی ماشین چی؟ بابا گفتن که ماشین رو از پرستو میگیرن و میدن به ماشین. من کی گفتم؟ من نگفتم، من نگفتم بابا. دخترم نارد کی گفتم؟ زبون درازی نکن. من چشم و دلم سیر رنگ، من از بچگی ماشین 6 در سوار میشتم، سویچ و مدارک. بفرمایید دخترم. یه موقع چشم من نبینی این چیزا رو، یکی کارت بیمش هم دادی دخترم، اونم بله دیگه، اونا رو بده. اما دیگه ناراحت نشی ها، ناراحت نشی گل خونه یکی دونه گل خونه یکی دونه خاله دیوونه دست در خاله دیوونه. خوب خیلی خوبه حامد، واقعا تو صدای عجیبی داری یا خیلی. البته من فقط این یه بیتو الان نوشتم، بعدا تکرار میشه. خیلی قشنگه، آفرین. من واقعا رنو در تعجبم که تو چجوریه که اینقدر به آهنگای من علاقه داری، برعکس پدر مادر و خانواده که اصلا گوش شنیدن آهنگای من نداره. جدی ها؟ چجوریه؟ چرا؟ من فکر میکنم
یکی از دلایل ژنتیکیه، یعنی اینکه تو یه طرفی، خانوادت یه طرف، یعنی جزء یه خانواده نیستی. نه بابا چرت و پرت چرا میگی؟ راستش بخوای دارم به این فکر میکنم که شاید اون تو بوده باشی که توی بیمارستان عوض شده باشه. نه حامد، من بچه ما بابا. آخه ببین، من هر چی دقت میکنم تو اصلا شبیه منصور شکو نیستی. اصلا نه، منصور ابروهاش اونجوری، بعد اصلا سیبیل داره. خب تو نباید سیبیل داشته باشی. بعد عصبانی میشه، بعد مثلا مامان شکوه مثلا فواصل بین دو چشمش اینقدره، ولی اینقدره، یعنی برداز یه چشمه، ولی مال تو مثلا فواصل بین چشمت حدود 2 سانته، قطر بین از اینجای چشم تا حدود زیر تحولش کن، و از نظر اخلاق و رفتارم حتی شبیه هم نیستید کلی. نه من که کپ مامانم هم، چی میگی؟ نه اخلاق رفتارتون اصلا شبیه هم نیست. ببین در کل اینو بهت بگم رانا جون، بهتره که تو چیز، یعنی ای کاش که تو جای پرستو عوض میشدی. میدونی خیلی زندگی ما فرق میکرد، خیلی بهتر میشد. منظور چیه همه؟ منظورم اینی که ببین حق توی که اون زندگی و اون عوض شدن رو داشته باشی، نه پرستو خانم. میگم این پرگل خانم خوش حساب هست؟ یعنی شارجشو به موقع میده؟ شارج میده چیه؟ این برج مال اوناست، تو پنتازش زندگی میکنن. این دکتر رفیق من هست، داره میاد. دکتر تو از کجا میشناسی؟ این دکتر پرگل خانم شوهرشه، هر روز میاد چکاپشون میکنه. تو از کجا شناختیشو؟ من 2 سال پزشکی نمیخوندم، دیگه به خاطر عدم علاقه ویل کردم رفتم دیگه رشته مهندسی نگم. باز داری خالی میبنده؟ دیگه این حرف گفته نکنی یا دوباره هیچ وقت دروغ نمیتونه بگه. سلام دکتر جان، چطوری؟ حال خوب هستی؟ نکرتم حیف شد دست ول کردی، یا تو استعداد پزشکی داشتی، میتونست مرایل بالاترم بری. دیگه نشد دکتر جان، دیگه رفتیم رشته مهندسی خواندم. من حیف شدش. دیگه حیف شد دیگه. مزاحم نشم من. قربانت برم، خواهش میکنم. خدا حافظ. من میتونم براتون چیکار کنم؟ خب داشتم میگفتم این پرگل خانومو میشه روش حساب کرد؟ یعنی چک بده نقد میشه؟ مثل آب خوردن، چکاشون همشون نقد میشه. یعنی اگه یه رقم بالایی باشه نمیزنی زیرش؟ سر چی آخه؟ یعنی چی؟ منصور جان یک مقدار این موضوع رو باز کنی، بنده خدا گیج شده. مثلا اگه یه معامله 100 میلیونی باشه، مثلا من بگم 200 میلیون، یه موقع سکته قلبی نمیکنه؟ اگه براشون مهم باشه 4 برابرش هم بهت میدن آقا. جون من؟ آره. بس خیلی پول دارن اینا. ببخشید من تلفنم. بله بفرمایید. سلام وودی جان، حالت خوب هست؟ وودی آلن هست. نه باسه کیتونه. الان خودم میرسنم. باشه الان میرم. خب خداحافظ. مسعود جان این تولدش هست وودی آلن. یک تیاره اسکورت گرفتم اونجا منتظر من هست. اگه اشکال نشه باشه بریم، این شماش خاموش میشه دیگه. بریم. خب کاری نداری؟ خداحافظ. خداحافظ. باشه. ممکنه پرستو بره؟ نمیدونم. این همه زحمت بکش، یک اون بچه رو بزرگ بکن، بعد 2 دستی بده بره. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که راحت و آسوده نشستی، لیستت هم آماده کردی که بری پولتو بگیری. تو که بچه تو راحت و آسوده فروختی، بچه فروش. چه حرفیه شکو میزنی؟ بابا اگه واقعا بچه شونه باید بره دیگه. خب این وسط هم تو بی پولی یه پولی گیر ما میادش، بعدش هم جایی نمیخواد بره شکو، فقط خونهش عوض میشه. آیه گریه کن چی گریه؟ یعنی اگه پرستو بره دلش بر ما تنگ نمیشه؟ 100% تنگ میشه. پرستو عاطفیه، من خیلی دوست دارم، تو رو نمیدونم، ولی خیلی بچه عاطفیه، خیلی دوست داره خانوادشو. چقدر روزا زود میگذره، ماها و سالا زود میگذره، انگار همین پری روز بود تو زبون باز کرده بود، میگو دادا بابا لولو یادته؟ عمر گذشت، یک عمر به پای بچه ها نشست. سلام. سلام آده. خب خدمت شما عرض کرد که من به همراه خواهرم و رعنا
به نوعی بررسی و یک نوع تحقیق میدانی به این نتیجه دقت کنید، به این نتیجه رسیدیم که اون نوزادی که در دوران کودکی عوض شده پرستو نیست. اون کسی نیست جز رعنا حیات. یاد میبینی چقدر پول آدم ها رو قشنگ عوض میکنه؟ شما به چه نتیجه رسیدین؟ خب ببینید، علل فراوانی در اینجا وجود داره که گفتنش مثنوی 70 منه. برای همین من به تحقیقات بیشتر نیازمندم و از شما خواهش میکنم که در این مورد بیشتر تحقیقات انجام بدید. آقای محترم، اصلا رعنا توی بیمارستانی دیگه به دنیا آمده، چی داری میگین شما؟ خب اگر رعنا عوض شده باشه، الان دلتون به حال اون مادری که در انتظار این کودک. آقا حامد پاش برو بالا. ببینید پاشو بفرمایید. آقا بفرمایید. بعدی نزدم. گفتم پاشو برو. ببینید اگر این اگر پای عزیزم باشه، این خورشید باشه، وقتی اشعه‌ای به آقا عزیز بفرمایید. بفرمایید فیزیک درس میده. بفرمایید آقا. ای بابا چه مادر چیه؟ مامان پرگلم ببخش خان بزنی نکن، میخواد بیاد با تو حرف بزن. مادر چی تو خودت چی میخوای؟ میخوای بمونی یا میخوای بری؟ خودت به انتخاب. نمیدونم مامان. چی مادر؟ مادر نمیدونم مامان گریه نکن، بده رهنا رو ببرم. هیچ کدوم تو رو نمیدن باید جفتتون. نه مادر من، قربونت برم، هر جفتتون رو دوست دارم. نه مادر نه. ببخشید، ایشتی گرسید، اون فرش بختی دیگه چقد شاسخیم. ببخشید در رو باز کرد. سلام آشم، شما خوب هستید؟ ای خوبی، خانم آدم ترم، اگه خوب آقا فرزاد، آقا فرخ، همه اگه خوبه، سلامت، زنده باشید، جز من سلامت باشید. خواهش بکنم، گفتم بیام خدمتان، اینم دستوری، امر فرمایشی، کاری، خرید، چیزی بیرون ندارد، هرچی هست نیست، نمیم نشته گازی، لوله کشی، ساختمان، نظافت کف، در، دوار، فرش. حالا چی شده؟ نه من هیچ کاری ندارم آقا شنبه. حالا یه دفعه شما محبت کنید. اختیار دارید، من که همیشه همینجا ایستا پایین تابلو، من همیشه ایستا کرده بودم، منتظر دستور شما بوده. میبینیم اگر امر فرمایشی، خود و خانواده ایتان چی در زمان حال و چی در هر جای این کره خاکی که تشریف داشته باشید، ما اطاعت امر بکنیم، انجام وظیفه کنیم. کاری ندارم. سلام عرض میکنم بر پرستوی بسیار بسیار مهربان خود. پرستو، من نزاریگر نباشم که غم در چشمان تو دودو میزند. هنگام بر سر دورایی قرار گرفتم، نمیدونم چی کار کنم. دورایی قفون؟ نه، دورایی قلهک. آن بالا شهر همون اونجایی که این میگه خیلی خطرناکه. به زبان سمبولیک روانشناسی، هنگام درک این واقعیت خیلی برام سخته. میدانی، من احساس میکنم که تو درگیر یک پسیکولوژیک ملو شده ای و اینکه من مطمئن میباشم تو حتما در بیمارستان عوض شدی. و یک چیز دیگر اینجا گفته میکنم که تو خواهری که درست حسابی نمیداری. از این لحظه به بعد میتوانی من را خواهر خود بیدانی و اینکه در تمام غمها و شادیها من شریکتان میباشم. نه؟ برم عزیزم، ببین چقدر با معرفت این دختر تو دور زمانه که این چشم اون چشم سال نمیده، تو اینجوری به فکر مدی. فقط من الان درگیرم، خیلی نمیدونم شاسخینام. من چه کار برای تو میخوانم؟ شاسخینام هنگامه، شاسخینامو چجوری نگه دارم؟ مگر خالی هنگامه مردی است؟
جدی میگی؟ جدی میگی؟ تو نگهش میدنی خیلی بهانه میگیرن. هیچ اشکال نمیدارن. خیلی عذیت ببین. جلین دیفر های داد لیدیش. جلین دیفر گرد فرخت خود. ببین گفتم عذیتتون نکنه. فقط یه چند روز تو کوچه نرن. من فارسی هم باشون یه مقدار کار کن. فقط میشود آن بزرگتره بر من بیدهی؟ چه فرقی میکنه شاسخین شاسخینه دیگه؟ خب من بزرگتره را بشتر. بزرگتره رو میخوای. خیلی پس اینو بده به من. زینتی فرای در دیش ایش برای تیز خط بینایتی بگیرش ماما زمیش باشی بسیار بسیار زیبا می باشد خوشت بدازم آره خب تو برو به کارهای خود بیره دیگه هنگامه جون جون تو جون شاسخین من اینو نمیده زینتی که تو نه تو پیش خودم بیم آقا شنبه نه من یک سوال می دارم بی نظری شما پرستو دارای شیزوفرنی می باشد؟ نه خیر دیوانه است. دیوانه می باشد دیوانه می شما ببینید خدا پول را به دستش چه کسر این اسپارد اینه گریفتی چه کار بکنن و خواهی چه کار بکنی شما اینگام خانم باییم خب زیبا می باشد نمی باشد واقعا تو یه میلیون تومن دادی برای پرستو پاستیل خریدی؟ گیر نده دیگه خانم آره دیگه ببین من اگه پاستیل هفته 5 روزم براش خریده باشم در ماه میشه 20 روز در سال میشه 240 تا 240 فی هم 1000 بگی میشه 240 میلیون 240 میگم جلوی این پرگور چیزی نگی ها بذار ما یه کارمونو بکنیم 240 میلیون تو دیگه کی هستی؟ خانم من میخوام 240 میلیون ازش بگیرم چیزی برای این خانم نیستش که کیه؟ چیه شم سلام عرض کرد سلام بفرمایید بفرمایید کیه شم بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حال شما چطوره جناب آقای فریاد منیش خانم و آقای جمالی همسر گلپر خانم هستن برای شما برای صحبت خدمت شما رسیدم خانم چه تشریفی بردن بفرمایید بفرمایید خیلی خوش اومدین مادر شما اگه امری ندارید من چرا مادر باش باهات کار بفرمایید راستش من اومدم از شما عذرخواهی بکنم من خودم اطلاع دارم که بچه‌م اون شب تو بیمارستان فوت کرده ولی زنم اینو باور نمی‌کنه متأسفانه افسردگی پیدا کرده و سراغ هر زنی که اون شب تو بیمارستان وزم کرده میره و میگه این بچه منه پرستو دختر ماست دقیقاً بله بله کاملا دیدی چی گفت شو خود برم دیدی گفتم چی گفت؟ دیدی گفتم دیدی آقا مسیم دیدی داشتی بچه رو راحت و آسود از دست میدادی؟ عجب خبر خودی دادی پرستو این دختره کجاست؟ ها؟ چه لباسه اوتو نکرده؟ تو این خونه اصلا نمیشه خندی بگی بده اوتو کنه آخه وای مامان نمیدیدی چقدر خوشحالم دخترتم خیلی بابا خانومه خیلی بد جور ابراز احساسات دیدی خیلی تحصیل یعنی هر مهمونی من خونمون له میشه مادر منم خیلی خوشحالم یعنی وقتی فکرشو میکنم اگر تو توی این خونه نبودی ما باید چی کار میکردی؟ عاشقتم رنو من که دق میکردم آخه من دق نمیکردم ولی 7 سال پنجره میشستم ولی پرستو اصلا باور نمیشه که هر روز تو این مدت میگفتم ای خدا چی میشه که پرستو خواهر خودم باشه همون فرگوتون خودم ولی پرستو اینو بدون وجود تو این خونه واسه هممون با ارزشه واقعا اینه تا حالا نگفته شما با ارزش چقدر حرف حکی بارا این سیعت بالا سرمون باشه آما وای چیز دیگه خود گوشنمه چی داری این غذا مزه ها تخم آما من تخم مرغ داریم من باید تخم مرغ ببرم نه من تخم مرغ میخوام آره بابا وای حواس نیمرو با خرما کردم هر چی دوست داریم برداریم بچه آره هر چی بدن برم ببینم اینجا خب من اینا رو میبرم همین دوتا بود ها؟ همین دوتا بود آره همین دوتا بود بده به من تخم مرغ بده من ماما پرستو آخ ببین چیکار کردی چیکار کردی مادر جون بگو فرزاد برات بخره خب بدید بدیده باز به تو رو دادن باز به تو رو دادن حالا چی میشه این تخم مرغ اینو بدی به من همه برو نیمروش کن برو درست بشو نیست شهر چهار خونه یه خونه است
که تو چشما چار تا میشه، گل هزار برجم که باشه چار خونه بیشتر نمیشه.